جنگ هزاران خانواده را در افغانستان داغدار ساخته. از کسی را اولادش را و از کسی را پدر، از کسی را مادرش را گرفته. یکی از این خانواده ها خانواده یوسف است. یوسف چند ماه پیش در هلمند کشته شد و مادرش را ماه هاست که به داغ خود نشانده. یوسف به حیث پلیس امن و نظم آمد در هلمند خدمت می کرد. دایید اینجا تیر که 4-3 روزی در رفت. برام زنگ زد مادر که من میایم. ما شما رای میکنم. یک 4 روز دیگه ما هستیم با میایم. اونا 4 روز با جنازه شد. خانواده یوسف در حدود 20 سال است که در یک اتاق کوچک زندگی میکنند. ریزاگل مادر یوسف صفاکار یک مکتب است. او میگوید که صادق فرزند بزرگش 13 سال پیش ناپدید شد. اما همه اعضای خانواده چشم امید به یوسف بسته بودند. خرچ ما را چی ما را میداد؟ اونو پدرش 5 کنج خانه. خود ما هستیم اونو خرچ خانه چیزا را چی میکنم. پدر یوسف فلج است. او میگوید آرزو داشت فرزندش با خدمت به ملت و وطن زندگی بهتری برایشان بسازد. یه بچه ایم شهید شد، یکیش گم شد، دوتای دیگه شهست. 5 تا نخور داریم. عبدالغیاث قربانی دیگری از جنگ است. او 12 سال است که بینایی خود را از دست داده است. یک مرحله من در دوران جهاد مرمی خوردم که به طرف چپم اصابت که مرمی در این قسمت علاشیم از گوشم برآمد. چند مرمی بود یکیش این رقم اصابت کرد. بعد من در سال 82 اوگار شدم. این کتاب فروشی آقای عبدالغیاث است که از 8 سال است این کتاب فروشی را زمانی که در سال 82 از نایه چشم زخمی میشه و بینایی خود از دست میده این کتابخانه را راه میندازه و در این کتابخانه به کمک اولادای خود کار میکنه و زندگی خود را به پیش میبره. دخترکایم یکیش خوردش قدیم همکاری میکنه. به مرحله هر کدومش که روش کده میرفتن باز از صحنه اوستو میرفتن دیگهش پیش میمه. آلو فیلن در پنجمیش قدیم همکاری میکنه در بازار سودا را قدیم میرم بیاله. 14 سال جنگ در افغانستان در حدود 3 میلیون کشته و معیوب بر جا گذاشت. در حدود 5 میلیون تن دیگر نیز در کشورهای دیگر پناهنده شدن.